پلنگ برفی از گربه‌سانان بزرگی است که در فهرست گونه‌های در معرض خطر قرار دارد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد فقط چند هزار قلاده از آنها در حیات وحش دنیا باقی مانده است. تاجیکستان به عنوان یکی از زیستگاه‌های این گونه نادر برای جلوگیری از خطر انقراض آن دو اقدام را آغاز کرده است. یکی در داخل مردم مومن‌آباد آزاد پلنگ را حفظ می‌نماید و یکی هم در عرصه بین‌المللی. برپایی نمایشگاه پلنگ برفی در کشورهای دیگر از جمله این اقدامات است. این روزها خیلی از برلینی‌ها و به طور خاص دانش آموزان اطلاعات زیادی از این گربه‌سان منحصر به فرد آسیای مرکزی دارند. در نمایشگاه تخصصی که سفارت تاجیکستان با همکاری بزرگترین انجمن زیست محیطی آلمان به همین منظور برپا کرده اند، از خصوصیات این پلنگ و خطرهایی که آن را تهدید می‌کنند گفته می‌شود. هدف از برگزاری این چهارابینی این نمایشگاه با نسل نوی کشوری آلمان فهماندنی نشان دادنی اون حیوانات نادری که در تاجیکستان وجود دارند. صدها نفر جوانان خوانندگان مکتب ها از نمایشگاه دیدن کردند، برای آنها خیلی جالب بود. نابو بزرگترین انجمن زیست محیطی آلمان حالا قانع شده است در آسیای مرکزی سرمایه گذاری و از همه امکاناتش برای حفظ محیط زیست و حیات وحش منطقه و به طور خاص برای جلوگیری از خطر انقراض پلنگ برفی استفاده کند. برای ما منطقه آسیای میانه از اهمیت بسیاری برخوردار است. ما به عنوان یک انجمن و سازمان غیردولتی آلمانی که بیش از 120 سال سابقه فعالیت دارد، وظیفه داریم در منطقه آسیای میانه همواره حضور فعال داشته باشیم. پلنگ برفی اگرچه خجالتی است و از انسان می‌گریزد، اما نرم افزار سه‌بعدی که برای معرفی او ساخته شده می‌تواند دست کم انسان را بیشتر به او نزدیک کند. نزدیکی که به نجاتش منجر می‌شود. یکی از راه‌هایی که میشه جلوی انقراض این گونه از حیوانات رو گرفت، ساختن همین نرم افزارهاست و آشنا کردن بچه‌ها و کودکانمون با این نوع حیوانات هستش که در معرض انقراض هستن. باید به کودکان یاد داد که این گونه حیوانات برای شکار کردن نیستن و وجود اونها برای نسل ما هم لازمه. 60% پلنگ‌های برفی در ارتفاعات کشور چین زندگی می‌کنند. افغانستان، روسیه و قزاقستان هم دیگر مناطقی هستند که می‌شود این گربه‌سان 1.5 متری را در آنجا مشاهده کرد. احمد صمدی، برلین.